اگر اون اتفاقی که افتاد، از نظر من 22 بهمن وضعیت جنبش به سوی خوبی پیش رفت، به سوی بدی پیش نرفت. بزرگترین اتفاقی که افتاد این بود که کسی کشته نشد اون روز. و اگر من فرض کنید که من اصلا معتقد نیستم که کار من در اندازه است یا من در اندازه هستم که چنین تاثیر اجتماعی ممکنه داشته باشم، ولی اگر هر کسی که اون کار رو کرده که باعث شده که خشم مردم به یک جهتگیری منجر نشه که تعدادی از آدم ها دوباره تو خیابون کشته بشن، خیلی کار خوبی کرده و دستش درد نکنه. شما فکر میکنی که من عوضی هستم؟ شما نه، اتفاقا شما برخلاف خیلی از دوستان عوضی نیستید. بعد اونایی که یعنی واقعا اصل جنسی و اونایی که عوضی هستن کیان از نظر شما؟ ببین آدم عوضی، ببین عوضی توی همون مقاله هم نوشتم، عوضی دو تا معنی داره. یکی تو مقاله به دقت توضیح دادم برای اینکه این مشکل پیش می اومد. یکی اینه که ما به عنوان فحش و بد و بیرا به کار میبریم، یعنی مثلا میگه مردی که عوضی، یعنی آدم نامربوط، آدم بد، بی خودی، مزخرف، از این حرفای چیز تو مایه سنگ فلان. یکی آدم اشتباهیه، یعنی آدمی که جای خودش نیست، جای یکی دیگه است. من توی اونجا در مورد قضیه‌ای که توی در مورد سفارت ایران تو لاهه اتفاق افتاد معتقد بودم که این کار یک کار عوضی است و اون کسانی که این کار کردن آدم‌های عوضی هستند. منظورم این نبود که اونا آدم بدیان، منظورم این نبود که اونا آدم بیشعوریان، منظورم این نبود که آدم های مثلا بد و بیراه بخوام بهشون بگم، منظورم این بود که اینا انقلابی نیستند، اینها عضو جنبش سبز نیستن، اینها چپ نیستن، اینها سلطنت نیست. ببین ما با یه پدیده موجود تقلبی سر و کار داریم، موجود که اصل نیست. آدمی که توی زندگی نامش می نویسه، شما زندگی نامه رو می خونید می بینید که ایشون نوشته که تو سن 8 تا 10 سالگی جز مثلا عناصر تصمیم گیر و مهم سازمان چریکهای فدایی خلق بوده. آخه آدم نمیتونه تو سن 9 سالگی جز نیروهای فعال سازمان چریکی باشه. آقای نووی، شما با نیکاهنگ کوثر مشکل دارین؟ من با نیکاهنگ کوثر بگم نه دروغ گفتم. اگه بگم آره مثلا بی خودی دعوا را انداختم و اینا. مشکلتون رو اگه که میتونین برای مردم بگین، اگه زیاد شخصی نیست میتونین بگین لطفا با نیکاهنگ چیه؟ متاسفانه مشکل شخصیه، یه جورایی شخصیه و تبدیل شده به یه تنش بین ماها و متاسفانه نمیتونم بگم. روسری هم نیست که بتونم درش بیارم. خب در این بخش از برنامه با سامان اربابی هستیم و نظرات شما. سامان، چند تا ایمیل داریم. فاد فوادی، رئیس تربیت بدنی آقای سعیدلو است. آقای سعیدلو است نه آقای علی آبادی، اصلاح کنید. اصلاح کردیم، مرسی. رئیس تربیت بدنی آقای سعیدلو نیست، آقای علی آبادی است. آزاد و رها، نمیدونم چرا باید برنامه قبلی پارازیت رو با برنامه جدید مقایسه کنیم، هر کدوم یک جذابیتی داره. ایرانی جماعت مسخره بازی نمیخواد. برنامه ساختن برای ایرانی جماعت کار سختیه. ایرانی جماعت طنزی میخواد که با فکر باشه. ما میدونیم کار سختیه برای ایرانی جماعت برنامه ساختن، چون ما خودمون ایرانی جماعت هستیم و برای هر برنامه‌ای رو نگاه نمیکنیم، ولی ما داریم تمام تلاش خودمون رو میکنیم که ایرانی جماعت رو راضی نگه داریم. آقای پوریا، به نظر من پارسی خوندن این سامان خیلی توهین‌آمیز و مسخره بود. موجیگری بلد نیستی، پاشو بیا مونتریال واسه تو تیم هورتون تیم هورتون چی هست؟ یه کار دست پا کن، بیا تو کافی شاپ برات کار دست پا کنیم. یه کار دست پا کن. البته پوریا انقدر پارسی زبانش قوی بود که این ایمیل رو با خط میخی نوشته بود. خیلی ممنون. با تشکر از الهه از کرج برای نقدهای مفیدی که برامون نوشتی، خیلی ممنون، حرفات خوب بود. خب یه دونه ایمیل هم من دارم برامون اومده. نیما اردستانی میگه اون صحنه خوندن نامه بسیار چندشاور بود، یعنی همین صحنه رو میگه. این همه ادابازی تابلو و بیمزولوس حتی برای من 25 ساله متجددگرا، لیبرال و پست مدرنیسم هم جلف بود. بارکالله.
اون آقای سامان رو من با رفتار عجیب غریبش هیچ کاری ندارم، با لاک قرمز و سیاه ناخوناش کاری ندارم، با حلقه بینیش کاری ندارم، چون این چیز شخصیه. اما دیگه چرا اصرار داره که بگه من عجیبم و متفاوتم؟ مثل یه پسر بچه 15 ساله است که دگرنمایی میخواد بکنه، برای خودش کاراکتر آفرینی بکنه. شما دارین برنامه رو برای رفیقاتون میسازین، نه برای ملت ایران. بعد عرض کنم خدمت شما که اگه ما می‌خواستیم برنامه رو برای رفیقامون بسازیم، برنامه به شدت کسل کننده می‌شد، برای اینکه رفیقای ما آدمای افسرده هستن و همین. مطمئن باشید که داریم برنامه رو برای ایرانی جماعت می‌سازیم. حرفم که راجب سامان زدین. مرسی. خب یکی گفته گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می‌شود 70 رنگ. این آهنگ کی نوشته؟ اور مال کیه؟ کی ساخته؟ این مال گروه رادیو تهرانه. توی فیسبوک هستم، میتونید بریم پیداش کنید، رادیو تهران. به فیسبوکمون بازم ایمیل بدید. خیلی ممنون. خب شخصیت خوب هفته میرحسین موسوی معرفی میشه که هرچند یه ذره دیر ولی یه بیانیه‌ای در محکوم کردن اعدام کردها داد. ایشون رو برای محکوم کردن اعدام آدم‌های بیگناه به عنوان شخصیت خوب هفته معرفی میکنیم و همین. شخصیت بد هفته محمود احمدی نژاد معرفی میشه به دلیل اینکه گفت میخواد یه سری لاتبازیایی در بیاره، دست قطع کنه، تیزی بکشه از این حرفا. پیشنهاد ما به آقای احمدی نژاد اینه که به جای اینکه دست و پا قطع کنه، اگه کسی رو شناسایی کرد تحویل دادگاه بده تا دادگاه این کارو بکنه. همین یکی رو کم داریم که تو دنیا بگن رئیس جمهور ایران دست قطع میکنه. این دست قطع کردنم از اون چیزا شده، بازارش خیلی داغ شده. معاون پارلمانی رئیس جمهورم گفته بود که اگه اتهاماتش ثابت بشه یه دستشو میخواد قطع کنه. خلاصه اگه از فردا دیدید که از هفته دیگه دیدید که ما اینجوری برنامه اجرا میکنیم و این اینجاست و این من فقط با این دستم اینجوری میکنم، اگه اینجوری دیدید بدانید که ما اتهاماتمون ثابت شد و آقای احمدی نژاد اون چاقوی زنجانی رو که قولش رو داده بود در آورد و بله، شخصیت بعد هفته آقای محمود احمدی نژاد. شخصیت زشت هفته مجری برنامه دیروز امروز فردا معرفی میشه، چرا که ما ازش خوشمون نمیاد و هیچ دلیل خاص دیگری این برای این کار نداریم. همین. خب این بود برنامه پارازیت این هفته. من کامیز حسینی هستم و فکر میکنم که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. صوتی این هفته رو یه سری از مردای با غیرت محله خاوران تهران مرتکب شدند. اینا که دارن میدوئن دنبال این خانما نه بسیجی هستند نه هیچی. من سکوت میکنم تا شما ببینید اینا چه بلایی سر دوتا خانم که کنار خیابون وایسادن دارن میارن. این داستان نه سیاسیه نه هیچ. بله روسریش هم تصاحب کردند و اینم مردانگی گروهی از شهروندان محله خاوران تهران. گفتم گروهی، نگفتم همشون، گروهی از شهروندان محله خاوران تهران. ببینم سرشو نه دیگه ست هم بیاد با منو روسری